چند نوع راه ارتباطی با خدام و موکلین داریم؟ آیا واقعا فقط همون یک راه معروف هست یا نه راه‌های ارتباطی هم داریم که شاید تا الان گفته نشده و یا کم اونها رو شنیده باشید؟ امروز با من همراه باشید تا برای شما همراهان چند راه ارتباطی مهم و مؤثر رو با خدام، موکلین، با دیگر موجودات رو براتون بگم، به دلیل اینکه بسیار بسیار سوالات عجیب غریبی گاهن از من پرسیده میشه و صلاح بر این دیدم که این برنامه رو هم برای شما به صورت آموزش ضبط بکنم تا عزیزان از اون بهره مند بشن و دامنه ارتباطی و دامنه اطلاعاتیشون بالا بره. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید و انشالله که در زندگیتون موفق باشید. همیشه به دوستان عزیز توصیه رو کردم، گفتم اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند، نور برکات خداوند در زندگیتون شامل بشه، یادتون نره به پدر و مادرتون، به بزرگترهاتون خدمت بکنید. عزیزان، دوستان، متاسفانه سوالات زیادی در طول سالیان سال که حداقل 17 18 19 سال 18 سال که هست که من الان در این عالم همینجوری دارم قدم میزنم، از من پرسیده شده. خیلی ها رو دیدم، حرفای عجیب غریب، سوالات عجیب غریب که نگاه بکنید دوستان، من یه چیزی بهتون بگم، در عالم یک چیزی رو شما ممکنه مرتبا ببینید و از او صحبت بشه و این به صورت یک ملکه ذهن در بیاد، تا بگن ارتباط با چن یادتون میفته که بله یه چله نشینی هست و شما باید برید چله بشینید و در اونجا یه موجودی ظاهر میشه و این رو دیگه همه میدانن و این رو دیگه در گوش همه به صورت ملکه شده، در ذهن همه به صورت ملکه شده و تا شرطی شدن اون عزیزانی که در علوم غریبی هستن، به محض اینکه شما صحبت از ارتباط با خادم، ارتباط با موکل، ارتباط با هر موجودی میکنه، سریعا تا میاد همین مسئله بولد شده و این مسئله اصطلاحا مشهور در ذهن و گوش و چشم و همه قلب و انسان ظاهر میشه که بله راهی هست و اون راه ارتباطی این هست. اما امروز من میخوام براتون راه‌های ارتباطی دیگر رو هم بگم که بدونید فقط این نیست. من اگر یادتون باشه در برنامه‌های گذشته درباره مدیوم صحبت کردم و گفتم که مدیوم‌ها چه کسانی هستن، به چه کسانی مدیوم گفته میشه. میتونید برید اون برنامه رو در کانال ببینید و از اونجا بدونید حالا مدیوم هستید نیستید و به اصطلاح میشود گفت که به شما میگن مدیوم یا نه. اما اینکه خب یک سری راه‌های ارتباطی دوستان به دلیل اینکه مدیوم‌ها یا واسطه‌ها یا واسط‌ها اینها برای ارتباط گیری بین عوالم حالت‌های مختلفی دارند و یکی از راه‌های ارتباطی بدون دغدغه همین مدیوم‌ها هستند. راه‌های ارتباطی با کجا؟ راه‌های ارتباطی با عوالم، یعنی عالم‌ها رو شما فرض بکنید، حالا می‌خواد اینجوری باشه، می‌خواد اینجوری باشه، فرق نمی‌کنه. ارتباط با این عالم ایکسی که شما در اینجا واقع هستید بیشتر از طریق مدیوم ها انجام میشه و مدیوم ها هستند که نقش واسطه رو بازی میکنند. در خیلی جاها من یادم میاد یکی از دوستان من زمانی که ایشون الان همین الان در یوتیوب هستند، از ایشون اجازه ندارم بگم ایشون کی هستند، ولی در یوتیوب فعالیت میکنه، آدم مشهوری هم هستن، تقریبا دوستان از کانال منشون رو میشناسن و ولی اجازه ندارم بگم، پوزش میخوام. اما ایشون تعریف میکردن، میگفتن در یک جایی به من چیزی رو نشون دادن، یک زیرخاکی بود و خلاصه زمانی که ما از یک کشور دیگه داشتیم این رو
راهنمایی میکردیم اون عزیزانی که در ایران بودن که از کجا برید، چه چیزی به من نشون میدن و اینها، و اونها میرن اون جنس رو در میارن، بعد میگن این مال یک فردی بوده که روح اون فرد، حالا راه ارتباطی اون فرد چه بوده، از اینجاست من میخوام بهتون میگم راه های ارتباطی برای اون نفر ظاهر میشه، برای اون عزیزی که همین اصلا هم در یوتیوب هستن. و ایشون میگفت که این فردی که صاحب اصلی اون بار بوده، اون زمانی که اینجا بیابون بوده، راه حالا ابریشم بوده و اینها، از اینجا داشته مسافرت میکرده و اون بار رو اینجا پنهان میکنه، میگفت که مثلا برید به فلان کس بگید که مثلا من یک دینی دارم، اون دین من رو پرداخت بکنید. میخوام این رو به شما عرض بکنم که میدیوم ها نه تنها واسطه های ارتباطی هستن، گاه موقع واسطه های به اصطلاح یک به سفارش هستن. یعنی شما مثلا موجودی میاد به میدیوم میگه، میگه آی میدیوم یا خانم میدیوم، شما برو مثلا به فلان کسک من بگو که مثلا این کاری که فلان جا کرده بودم مثلا اینقدر بدهی داره، بدهیش رو ببره برای مثلا به فلان کس بده. خب این یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی هست. خب حالا بپردازیم به راه‌هایی که موجود هست، چگونه با خدا موکلین و راه‌های مشهورش که خیلی راه‌های اصطلاحاً متفاوتی هم هست. به اینجا رسیدیم، اگر صلاح می‌بینید این کانال به درد شما می‌خوره و اطلاعات شما رو بالا می‌بره و اطلاعاتش اطلاعات مفیدیه و برای اینکه هوای کانال رو داشته باشید، ما رو هم خوشحال بکنید و اصطلاحاً خستگی از تنمون در بره، برای این کار شما زحمت بکشید دو یا حالا یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان، و حتما اون گزینه لایک رو بزنید عزیزان. این گزینه لایک یا پسندیدن باعث میشه که الگوریتم این برنامه و این کانال رو به دیگر علاقمندانی که در این راه جستجو میکنن، سرچ میکنن در یوتیوب، اونها نشون بده و باعث میشن که این کانال دیده بشه و کلام ما هم به دیگران برسه. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن، خوشحال میشیم سابسکرایب بکنن. فقط عزیزان این زنگوله کانال رو بزنید که بسیار بسیار برای شما و این کانال مهمه، تا اگر زمان پرسش و پاسخ و لایو ها و برنامه جدیدی شد مطلع بشید. عزیزانم در خارج هستم میتونه از طریق گزینه سوپر تانکس این کانال رو کمک بکنن. سپاسگزارم از حمایت شما که همیشه همراه کانال بودید و این کانال رو حمایت کردین. کانالش اسپانسری نداره به جز شما عزیزان دل. بسیار خوب، میریم سراغ ارتباطات. اولین ارتباط، معروف ترین ارتباط که میدونید دیگه، ارتباط دیداریه. یعنی شما دیداری در چله، در چله به صورت حالا اصطلاحاً رو در رو در یک مکان خلوت میرید میشینید. مثلا شما اینجا چله نشستید، این آقا اینجا چله نشسته، حالا نیرو یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا، بالاخره یه جایی ظاهر میشه و این ارتباط کلامی با او برقرار میشه و به شما میگه من بعد از این چجوری من رو ببین در کجا. این یکی از راه‌های معروف دیگه، همه این رو میدونن. یکی از راه‌های دیگری که ارتباط با خدا میگیرید، رابطه بصری هست، اصطلاحاً سمعی هست، یا رابطه گوشی هست. رابطه گوشی یعنی شما هیچ نیروی را نمیبینید، فقط چی میشنوید؟ فقط بهش میگن الوشوشه، یا بعضی میگن وشوشه، یا میگن بعضی میگن آقا طرف وسوسه، هر چی میخواد بذارید اسمش روش بذارید. مثل همین رابطه اینایی که میان به شما خبر میرسونن، یا مثلا اون الهه معروف هندی که میاد فقط در گوش شما صحبت میکنه و شما اکثرا همیش کس اون رو نمیبینه و شاید هم بعضی رو ببینن، ولی بیشتر ارتباط راهش همین هست. فقط میاد در بغل دست گوش اون کسی که با او ارتباط داره و یا ارتباط گرفته، حالا یا میدیوم بوده به صورت ذاتی پنهانی هرچ، میاد در گوش او، میاد و در گوش او صحبت میکنه و در گوش او هی بهش اطلاعات میده.
حالا دیگه این اطلاعات میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، میتونه اون فرد اون رو دیده باشه یا بخواد نشون بده خودش رو، میتونه نخواد و خودش رو نشون نده. ولی یکی از راه‌های ارتباطی اون هست. یکی دیگر از پس اولی شد رابطه رو در رو در چله، دومی ارتباط از طریق گوش و سیستم سمعی، سومین راه ارتباطی که خب خیلی ها هم شاید این رو دیده باشن یا باش ارتباط برقرار کرده باشن، رابطه تلپاتیکه. رابطه تلپاتیک، رابطه تلپاتیک چه؟ شما ممکنه در تلپاتیک ذهنی یا تلپاتیک قلبی، یعنی هم میتونه در ذهن شما هم میتونه در مغز شما. معمولا اونهایی که در مغز تلپاتی میکنن، این رابطه قلبی بیشتر الهامیه. رابطه مغزی عزیزان بیشتر به صورت ممکن هست نیرو رو ببینید، اما صحبت با شما نکنه. شما ببینید همینجوری داره به شما نگاه میکنه، اما صحبت داره میکنه با شما، ذهن شما رو قفل کرده و داره در ذهن شما یه چیزی القا میکنه، صحبت میکنه. صدا در ذهن شما ممکنه به صورت مثلا اکویی باشه، حالا مثلا دارید میشنوید، مثلا داره میگه من از کجا اومدم، صداش اکو میخوره، یا نه بعضی موقع هم به همین صورت من صحبت میکنم شما میشنوید، به این صورت است، منتها بعضی موقع نامفهوم تر. پس این هم یک راه ارتباطیه، یک راه ارتباطی هم عرض کردم از طریق قلب. شما رو نمیبینید، الهام میشه بهتون، الهام میشه به قلبتون. کار وسواسی ها همین نوعه عزیزان، وسواسه که من بارها بهتون میگم در الذی یوسوس فی صدور الناس، در قرآن هم اومده در سوره ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش همینه، از اینجاست میاد، از رو قلبتون. گاهن هم هستن بعضی از اینا رو تو گوشتون زمزمه میکنن، صدا رو میشنوید، ولی بیشتر عرض کردم تو قلبه، توی این چاکرا چهارم برای شما میاد. البته عزیزانی که از نظر چاکرای چهار آدمهای مهربان، آدمهای پرقدرت، عاشق، آدمهای بسیار بسیار مهربان، اینها کمتر به وسوسه های بد میفتن. آدمهایی که مثلا اهل عبادتن، آدمهای متقی، فرقم نداره تو کدوم دین و ادیان باشی، متقی بودن یعنی این که شما از عشق خداوند ظلم نکنی، از عشق خداوند دروغ نگی، از عشق خداوند بی محبتی نکنی، اینا میشه تقوا، نه از ترس خداوند. متوجه هستید؟ پس این رو هم بدونید. و مرحله بعدی که خیلی ها شاید با اون حالا آشنا باشند یا شاید در اونجا میرن ارتباط میگیرن، عالم میان بعدیه. عالم میان بعدی چی؟ عالم رؤیا یکی از بهترین راه‌های ارتباطی هست. خیلی های عالم میان بعدی رو شاید هم ندونن، خیلی ها شاید هم رفته باشن. در عالم رؤیاست، خیلی از موکلین فقط تو رؤیا میان. مثلا بچه ها، من در برخی از چله ها میگم اقا مثلا اگر در رؤیای شما اومد، بعد میان میگن که مثلا چجور شد که در رویای ما اومد دیگه ندیدیمش بعدن. نه عزیزم، این میاد همینجا، کارش اونجاست، اصلا اونجا به شما ارتباط میگیره، در اونجاست که خیلی چیزها رو به شما انتقال میده. شما باید چی کار بکنید؟ شما باید اونجاست که قدرت خودتون رو در برخی چاکراتون زیاد بکنید، و این قدرت شما مگنت بالای شما در برخی از چاکراها. حالا من در یک برنامه مجزا حتما این رو میگم و به اصطلاح تمرین رو هم در بسته راه میانبر گذاشتم، که در بسته راه میانبر چگونه این ارتباط رو قدرتمندتر بتونیم، اونایی که حالا در عالم رویا میخوان این کار رو انجام بدن، چجور این راه ارتباطی رو قوتمندتر و قدرتمندتر بکنن. اما عزیزان و دوستان، شما از طریق این هیته معمولی و مشهورتر، خیلی راه ارتباطی دیگه هم وجود داره که خب ناملموسن، شاید برای هر هزار نفر یه نفر هم پیش نیاد، ولی اینها ملموسترین ها بودن و اینها به اصطلاح می شود گفت فیمسترین ها، اینها مشهورترین ها، اینها
راه‌های ارتباطی بودن که خب خیلی از عزیزان از طریق این راه‌های ارتباطی ارتباط گرفتن و فقط هم این نیست، خیلی از عرض کردم موکلین، خیلی از خدام اینجوری هست، تو همین عواله میگردن و با شما ارتباط دارن. البته راه‌های خطرناکی، شما در مثلا ارتباط وسوسه‌ای نمیدونید واقعا اون چه موجودیه داره، شما یه مدت میبینید 20 سال 10 سال شما رو مثلا داره خیلی خوب میپزه، نرم به شما میگه آقا خوب باش فلان باش، یهو رنگش عوض میشه و اینجوری این اون موکل مثلا جواش یا اون خادم جواش میبینید که به قول نه یکی چند نفر از عزیزان میگفتن بعد از این مدت دروغ میگه کارش شد، خب هر کس همون رو نمیبینه، فقط یا مثلا اونهایی که کارشون همین هست صحبت کردن. پس این یادتون باید باشه که اولا به هر خادمی نباید اعتماد بکنید، هر چله‌ای رو نباید برید بشینید، یا هر چیزی صحبت با شما کرد نباید به او اعتماد بکنید، چه در عالم رویا که خب صادقانه تره و در بقیه امور. امیدوارم که پیروز و موفق باشید، ما رو هم دعا بکنید و آرزوی بهبودی برای همتون دارم. ان شاءالله که بتونیم. دوستان عزیز قبل از این که برنامه رو ترک بکنید، حتما این کانال لایو اصطلاحاً ماورا رو که من بعد از این لایو های پرسش پاسخ رو اونجا میذارم، این رو در یوتیوب با همین @ سرچ بکنید حتما، و در آخرین پست گذاشته شده، برید این کانال رو به 50 نفر برسونید که بتونیم اونجا لایو های پرسش و پاسخ رو داشته باشیم. امیدوارم که تندرست باشید و تا برنامه بعد، دادار پایدار یار و یاور شما.